کنون در این برنامه دوران اول مشروطه مورد بررسی قرار گرفته است. دورانی که با امضای فرمان تشکیل دارالشورا به وسیله مظفرالدین شاه آغاز شده و با به توپ بستن مجلس و تعطیل مشروطه و آغاز استبداد صغیر به پایان رسیده است. از این رو این برنامه به بازبینی سخنان دکتر اسماعیل نوری‌علا در 4 برنامه اخیر اختصاص داده می شود و در هفته های آینده به وقایع دوران بعدی مشروطه یعنی دوران استبداد نوین و چگونگی شکست شدن آن پرداخته خواهد شد. سلام بر شما. من فکر میکنم که قبل از ورود به بحث امروز باید این نکته رو متذکر بشم که قصد من مرور جزئیات تاریخی و وقایع بسیار مفصل روزانه نیست، بلکه تلاشم اینه که نشون بدم که چرا قانون اساسی مشروطه‌ای که 117 سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شد یک سند سکولار دموکرات نیست، و اگر قرار بود این قانون مشروطه رو طابق النعل به نعل اجرا می کردند، حکومت ایران در همون سالهای اول مشروطه چیزی می شد بسیار شبیه به همین حکومت اسلامی که داریم، و اگر هم که دنبال پیدا کردن مواردی از وجود سکولار دموکراسی در فاصله بین 1276 یا 86 ببخشید تا 1357 باشیم، باید اون رو در عدول از این قانون اساسی پیدا کنیم و نه در وفاداری به اون. باری گفتم که در 118 سال پیش در 13 مرداد سال 1285 مظفرالدین شاه بیمار فرمان مشروطه رو که در واقع فرمان تشکیل دارالشورا بود رو امضا کرد و بر اساس اون فرمان روشی برای انجام انتخابات مجلس تدوین شد و مجلس اول مشروطه، البته فقط با حضور نمایندگان تهران، در محضر و دربار مظفرالدین شاه افتتاح شد و بلافاصله کار خود را شروع کرد و در عرض 2 ماه تونست سندی رو که نظامنامه اسم گذاشته بودن تهیه کنه و به امضای شاه بیمار و ولیعهد 31 ساله دیکتاتور مابش برسونه. مظفرالدین شاه هم چند روز بعد از امضای این نظامنامه چشم از جهان فرو بست و پسر و ولیعهدش محمد علی میرزا بر تخت سلطنت نشست. در این حال من این توضیح دادم، ولی خود با تفصیل بیشتری خدمتتون عرض میکنم که در اون زمان میشه 3 تا بازیگر صحنه سیاسی یا 3 تا نیروی حاضر در صحنه سیاسی رو نام برد که اگر از لحاظ نوآوری به صحنه نگاه بکنیم باید اول از گروه منورالفکرها یاد بکنیم که پس از شکست‌های ایران از قوای روس ملتفت مشکلات شده و خواستار محدود کردن اختیارات شاه شده بودند. اما نیروی دوم خود سلطنت و شاهی بود که تا پیش از پیدایش مجلس دارای قدرت مطلق بود، اما کوشش‌های 100 ساله منورالفکرها موجب شده بود که مظفرالدین شاه با تشکیل مجلس موافقت کنه و حتی با این کار دست و پای ولیعهدش رو که تمایلات مربوط به حفظ اختیارات مطلقه سلطنت رو داشت موقتا در پوست گردو بگذاره. اما گروه سوم هم آخوندها بودند که در دوران هرج و مرج بین پادشاهی نادرشاه افشار تجدید قوا کرده بودند و در سراسر دوران قاجارها به تدریج مستقل و قوی شده بودند. اونها در واقع هم می‌خواستند اختیارات شاه رو به شریعت خودشون مشروط بکنند و هم جلوی افکار منورالفکرها رو بگیرند.
اما در همون آغاز سلطنت محمد علی شاه یک عقیده مشترک به هر ستای این نیروها وجود داشت و اون این بودش که نظامنامه کافی نیست و باید اون رو تکمیل کرد، هر کس با خیال خودش، چون نظامنامه در دوران بیماری مظفرالدین شاه نوشته شده بود و شتاب زده یه چیزی رو تهیه کرده بودن که شاه امضا کنه. اما توجه کنید که دلایل این ستا نیرو برای خواستاری تکمیل نظامنامه کاملا با هم فرق داشت. منورالفکرها میخواستند اصولی مثل جدایی مذهب از حکومت، تعیین حقوق ملت، محدود شدن اختیارات سلطان، مسئله تفکیک قوا رو در نظامنامه روشن بکنن. یعنی بر گوهر سکولار دموکرات نظامنامه بیافزاید. اما محمد علی شاه و اطرافیانش به باز گرفتن اختیارات مطلقه شاه از طریق تکمیل، حالا اسمشو میذاریم تکمیل نظامنامه، میاندیشیدن. آخوندها هم که یا به کل با هر نوع مشروط کردنی مخالف بودن یا همه امور رو میخواستن که مشروط به شریعت اثناعشریه خودشون باشه. به هر حال توی این صحنه اقدام اول از جانب منورالفکر آغاز شد که از طرف مجلس عضو کمیسیون تکمیل نظامنامه شده بودن. اونا هم قوانین اساسی بلژیک و فرانسه رو جلوشون گذاشتن و از یک سو مواد متعددی رو در حقوق ملت، محدود ساختن اختیارات شاه، تفکیک قوا بر نظامنامه افزودند و در واقع گوهر سکولار دموکرات نظامنامه رو تا میتونستن جلا دادن و تقویت کردن. گزارش پیشنهادی این کمیسیون تکمیل در اوائل سال 1286 به صحن مجلس آورده شد و بلافاصله هم موجب برخواستن اعتراض شیخ فضل‌الله و آخوندهای دیگه قرار گرفته بود. به این اعتراض توجه کنید. اعتراض اونها در آغاز به دو تا موضوع مشخص مربوط می شد. اولیش این که چرا این متن تکمیلی که آوردن به مجلس نمیگه که مذهب رسمی کشور و پادشاه کشور تشیع اثناعشریه. خب این یه اعتراضی بودش که در اون زمان کسی جرأت مخالفت باهاش رو نداشت. تازه مسئله بابه و باب و بهائیت و ازلیت و این حرفا مطرح شده بود، هر کی با هر کی دشمن داشت میگفتن این بابیه. بنابراین مخالفت با این که مذهب رسمی مملکت تشیع اثناعشری باشه اصلا جرأت میخواست. به همین دلیل هم موجب شد که این مجلس یه ماده بر به عنوان ماده یک یا اصل یک بر متن تایید شده در کمیسیون تکمیل اضافه کنه که اینطوری میگفتش که اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقی جعفریه اثناعشریه است، باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. خب نگاه بکنید که با همین این تمهیدی که کسی جرأت مخالفت باش نداشت، مهمترین نشانه سکولار بودن یک قانون رو در همون اقدام اول از این متن گرفتند و مملکت صاحب مذهب رسمی شد قانونن. اما موضوع دوم از اون هم شاید به یک دلیلی در اجرا مهمتر بود و به این صورت تر شد که آخه چطور میشه مطمئن شد که مصوبات مجلس با شریعت اثناعشریه مطابقت داره. این اعتراض موجب شد که حالا کمیسیون تکمیل تبدیل به کمیسیون تطبیق بشه و شیخ فضل‌الله و روحانیون دیگه در این کمیسیون فعال بشه. و در اینجاست که ما با یکی از ابتکارات سرنوشت ساز شیخ فضل‌الله آشنا میشیم. اون میگه که
یک شورای متشکل از نمایندگان منتخب آخوندها باید به وجود بیاد و تمام مصوبات مجلس رو مورد بررسی قرار بده و اگر برخی رو متضاد با شریعت یافت باطل کنه. من در اینجا وارد این که برای تشکیل این نهاد مورد نظر این شیوخ که همین امروزه به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی به وجود آمده چه اقداماتی رو باید صورت می‌دادن نمیشم، چون اهمیت مطلب خود فکر وجود یک نهاد نظارتی آخوندی بر مصوبات مجلسه. در این رابطه شیخ فضل الله یه ماده ای رو نوشت، هم به مجلس پیشنهاد کرد، اصلا منتشرش کرد که همه بدونن که مجلس هم با یه تغییرات خیلی اندکی اون رو تصویب کرد و اسمش رو گذاشتن اصل دوم. اصل اول مذهب رسمی، اصل دوم نظارت علما و آخوندها بر مصوبات مجلس، که این اصل مهمترین اصلیه که از طرف شیخ فضل الله داخل این سند شده، بهش میگن اصل نوری یا اصل تراز. و در واقع به وجود آمدن این شورای نگهبان مهمترین تمهید برای زدودن هر گونه نشانه سکولار دموکراسی از یک متن قانونی است. اجازه بدید ابتدا قسمتی از این مشهورترین افزوده به متن نظامنامه رو که به وسیله کمیسیون تکمیل شد تهیه شده بود رو براتون بخونم. اصل دوم، مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامی کسر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از عصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معید است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قوانین اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. و شما تا همین جای از اصل تراز یا اصل نوری رو داشته باشید تا در برنامه آینده با دیگر تمهیدات ضد سکولاریسم و ضد دموکراتیسم شیخ فضل الله و آخوندهای دیگه آشنا بشیم و اثرات اون رو تا همین امروز مورد بحث قرار بدیم. در پی تصویب ماده اول شیخ فضل الله استدلال کرد که خب حالا که مذهب رسمی برای کشور تعیین شده، لازمه که از این به بعد برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع مبین راه حلی پیدا بشه. خب اینجا یه مقدار مقاومت شد، مثلا برخی از منورالفکرها گفتن که در مجلس خب نمایندگان روحانی فراوان هستند و همونها از تصویب قوانین ضد شرع جلوگیری خواهند کرد. اما شیخ فضل الله نوری میگفتش که باید به این کار یه سامانی داد. در نتیجه در ادامه مطلبی که در برنامه پیش خوندم اینطوری نوشت: معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لذا رسما مقرر است در هر عصری از عصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین
و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. 5 نفر از آنها یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بل اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود با دقت مذاکره و قرع و رسیدگی نموده هر یک از آن مواد معنونه را که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع خواهد بود. خب اگر دقت کنیم میبینیم که این همون شورای نگهبان قانون اساسی که الان هم در حکومت اسلامی مسلط شده بر وطنمون ایجاد شده و مشغول نظارت استصوابی بر روند نمایندگان مجلس، انتخاب نمایندگان مجلس و رسیدگی به مصوبات این مجلس. به عبارت دیگه شیخ فضل الله سنتی رو در قانون اساسی مشروط بنیانگذاری کرد که حتی امروز هم به مدد اون همه مصوبات مجلسی رو که حتی خودشون گفتن مجلس اسلامیه نه ملی باید از نظر اونها بگذارن. اما داستان به همین جا هم ختم نمیشه و شیخ فضل الله جمله دیگری رو هم به آخر این ماده دوم اضافه کرد که من امروز میخواهم با این که تخصصی در حقوق و قانون ندارم اما در حد اندک آشنایی خودم با برخی از ملاحظات این حوزه به اون بپردازم. مقدمه‌ام رو هم از اینجا شروع میکنم که چون هیچ قانون نوشته شده به دست بشر نمیتونه جاودانه و تغییر ناپذیر تلقی بشه، معمولا وقتی که قوانین اساسی کشوری نوشته میشه در اون یه ماده یا ماده هایی گذاشته میشه برای اینکه توضیح بده چگونه میشه در آینده قسمتی یا اصلی از این قانون اساسی رو تغییر داد یا بهش اضافه کرد. به عبارت دیگه در بسیاری از نظام های نوشتن قانون اساسی روش های رایجی هم برای اصلاح همین قوانین وجود داره که من میتونم به چند موردش که آشناتر از بقیه هستن اشاره کنم. مثلا روش اول که شاید قانونی ترین روش باشه عبارت از اونه که یک نهاد قانونگذاری مثلا یک مجلس یا یک کنگره نوشتن اصلاحیه ای رو بر قانون اساسی پیشنهاد میکنه و معمولا برای تصویب این اصلاحیه مورد نظر اونها رأی کامل اکثریت که اغلب عبارت است از 2/3 یا 3/4 آرا در هر دوتا مجلس قانونگذاری مورد نیازه. مثلا در ایالات متحده امریکا چنین اصلاحیه ای رو میشه با اکثریت 2/3 در دوتا مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسوند و اسمش گذاشت متمم قانون اساسی. راه دیگر توسل به اون چیزی است که بهش میگن مجمع قانون اساسی که ما در ایران به غلط به اونم میگیم مجلس مؤسسان، حالون که در جهان متمدن مجلس مؤسسان فقط یک بار در آغاز تأسیس یک رژیم تشکیل میشه و قانون اساسی رژیم رو تصویب میکنه و از اون به بعد هر مجلسی که به اصلاحیه ها یا متمم های بعدی رسیدگی دیگه میکنه کارش دیگه کار تأسیسی نیست و باید نام دیگری داشته باشه. به هر حال چنین نهادی یک مجمع ویژه است برای بحث و بررسی و پیشنهاد تغییرات در قانون اساسی و نمایندگانی برای شرکت در این مجمع انتخاب یا منصوب میشن
که اصلاحیه ها رو مورد بحث و بررسی قرار میدن و اونها رو برای تصویب توسط مردم یا قانون قوه مقننه ارائه میدن. راه سومم باز بر اساس پیشبینی های مندرج در خود قانون اساسی رجوع مستقیم به آراء عمومی است که بهش یا رفراندوم یا همه پرسی میگن، که طی اون پیشنهادی به مردم ارائه میشه و در صورت موافقت اکثریت رای دهندگان اصلاحیه به تصویب میرسه. مثلا در سوئیس به طور مرتب از همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی خودشون استفاده میکنه. راه چهارم هم البته توسل به تفسیر قضاییه که طی اون باز بر اساس پیشبینی های خود قانون اساسی یک نهاد قضایی مثلا دادگاه عالی میتونه قانون اساسی رو تفسیر بکنه به طوری که با شرایط زمانه تطبیق پیدا کنه. البته راه های دیگری هم وجود داره که برای جلوگیری از اتلاف وقت وارد اونا نمیشم، اما میخوام به این نکته مهم اشاره کنم که در بعضی از موارد، در بعضی از کشورها و به خصوص در مجالس مؤسس اولیه این بحث پیش میاد که چطور میشه جلوی تغییر برخی از اصول کلیدی قانون اساسی گرفته بشه. تو زبان فرنگی به این کار میگن entrenchment، که در کاربرد معمولیش به معنی سنگربندیه و من چون در ایران حقوق نخوندم نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه، اما منظور روشنه. چطور میتونیم به دور یک ماده سنگربندی کنیم، استحکامات ایجاد بکنیم که در آینده نتونن اون رو عوض کنن؟ معمولا برای جلوگیری از تغییر در یک ماده یا اصل خاصی در یک قانون اساسی هم مکانیزم هایی وجود داره که دو نوعش مهمتر و عامتر هسته. یکی رو بهش میگن، عرض کنم که سنگربندی نسبی، که قانون اساسی میاد یک سری مشکلاتی رو در راه اصلاح یک ماده یا ماده هایی رو در نظر میگیره. مثلا میگه که این ماده به خصوص رو اگر کسی بخواد عوض بکنه باید به اکثریت قاطع بپردازه، یا مثلا 4/5 اعضا رأی بدن، یا اینکه حتی همه باید رأی بدن، به اتفاق رأی بدن. اما نوع دوم سنگربندی، سنگربندی مطلقه که طی اون میشه به صراحت در قانون اساسی گفت که فلان اصل تحت هیچ شرایطی قابل اصلاح و تغییر نیست. مثلا در قانون اساسی آلمان آمده که ساختار فدرالی کشور آلمان قابل تغییر نیست، یا در ماده 79 این قانون اساسی گفته شده که دموکراسی و حقوق بشر مورد حمایت این قانون هستند و این حمایت رو غیر قابل اصلاح و تغییر اعلام کرده است. نکته در اینه که اگرچه هنگام نوشتن این گونه پیشبینی ها طوری می نویسند که موافقت افکار عمومی رو بفهمند که وجود داره و میشه این اصلاحات رو بدون اینکه خطر واکنش وجود داشته باشه وارد کرد، اما همیشه باید در نظر داشت که در دراز مدت همین اصل غیر قابل تغییر یا غیر قابل اصلاح که به اصطلاح سنگربندی شده دورش و خودش سنگی شده طوری بشه که برای مردم چاره جز انقلاب علیه قانون اساسی باقی نمونه. و شیخ فضل الله آخرین ضربه‌ای که به مشروطیت و قانون اساسی زد درست از این مقوله است، چرا که اون یک تک جمله دیگه هم به همین ماده دوم اضافه کرد که شما میتونید عطف به مقدماتی که خدمتون گفتم
خودتون معناش رو درک بکنید. ماده دوم چنین تمام میشه: این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالی فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. اما ما اینجا با دو تا مشروط خواهی روبرو هستیم. منور الفکرهای مشروط خواه میخواستند اختیارات شاه رو به قانونی اساسی که سکولار دموکرات باشه مشروط کنند. اما آخوندها قصد داشتند همون اختیارات رو به شریعت امامیه خودشون مشروط کنند و برای اثبات این حرف هم که شما کافیه که به چند جمله‌ای که شیخ فضل الله قبل از تشکیل کمیسیون تطبیق گفته بود توجه کنید. بارها این را گفتم و باز هم به شما میگویم که من در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت هیچ حرفی ندارم و هیچ کس نمیتواند این موضوع را انکار بکند، بلکه برای اصلاح امور مملکت و محدودیت سلطنت و تعیین حقوق و وظایف دولت قانون و دستورالعمل لازم است. اما میخواهم بدانم که مملکت اسلامی که دارای مجلس شورای ملی است، قوانین اون مجلس باید مطابق قوانین اسلام و قرآن باشد یا مخالف قرآن و کتاب آسمانی. خب یعنی در واقع توی این شطرنج این مجلس اول رو آشمز کرده بود. مجلس اول که جرأت نداشت بگه که ما میخوایم قوانین رو وضع بکنیم که خلاف مثلا قوانین آمده در قرآن باشه. و راه حلی هم که شیخ فضل الله به مجلس ارائه داد همونی بودش که بعداً به صورت ماده اول قانون اساسی فرموله شد. البته شیخ برای اینکه این ماده رو به تصویب برسونه مجبور دست به عملیاتی بزنه، یعنی همراه با آخوندهای دیگه رفتن به شاه عبدالعظیم و در اونجا تعصب کردن. و تو پرانتز بگم که توجه کنید که این حرم رو میگن حرم شاه عبدالعظیم، لفظ شاه رو به اون میدن. و جمله رو هم که نقل کردم در همون تحسن بر زبان آورد و در پی اون هم یه قرآن کوچکی رو از جیب خودش بیرون آورد و اینطور گفت: من مخالف اساس مشروطیت و مجلس نیستم، بلکه اول کسی که طالب این اساس بود من بودم و فعلا مخالفتی ندارم، اما مشروطه به همان شرایطی که گفتم باید قانون اساسی و قوانین داخلی مملکت مطابق با شرع باشد. این که میگم که مجلس رو آچمز کرد به این خاطر بود که تحصیل کنندگان در همون زمان دست به انتشار یه روزنامه زدن به نام لایحه و عقاید خودشون و اینکه این خطر هستش که قوانین اسلام و قرآن و پیغمبر کنار گذاشته شده رو در اونجا منتشر کردن. و مجلس هم که از تبلیغات اونا احساس خطر میکرد مجبور شد که با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام بکنه که مشروطه که نمیتونه چیزی مخالف با دین و احکام شرعی باشه. و همین اطلاعیه هم بود که موجب شد تا شیخ فضل الله و اخوندهای دیگه پیروزمندانه حرم رو ترک بکنن و به تهران برگردن و به این ترتیب ماده اول قانون اساسی مشروطه که براتون قبلا هم خوندم به این شرح نوشته شد: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقی جعفریه اثنا عشریه است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. خب
این ماده که تصویب شد راه برای ماده دوم باز شد، برای پاسخگویی به این پرسش که چه کسی باید مراقبت کنه که مبادا مصوبات مجلس با شریعت این به اصطلاح طریقه حق نخوره. جواب روشن بود، البته که علما، اعلام و مراجع تقلید و نمایندگان اونها. اما شیخ فربرزا ضربه نهایی رو هم با سنگربندی به دور این ماده انجام داد و نوشت این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت تغییر ناپذیر خواهد بود. و با تصویب این ماده بود که شیخ فضل الله نفس راحتی کشید و گفت که حالا مشروطه مشروعه داریم. و من میخوام بگم از اون پس تا انقلاب سال 57 ما هرگز مشروطه سکولاری که دموکرات هم باشه نداشتیم و مشروطه ما در واقع خود مشروطه مشروعه بود. باری شاید اگر در همون 117 سال پیش حوادث بعدی رخ نمیداد، شیخ هم با لطمه ای که به مشروطیت زده بود سر خودشو با رضایت بر بالش میگذاشت و مطالبات دیگری رو مطرح نمیکرد. اما در اون سال تاریخ شعبده تازه ای رو از آستین خودش بیرون آورد و این شعبده هم این بودش که در 8 اسفند ماه اون سال، سال 1286، محمد علی شاه عازم دوشان تپه شد تا حال هوای عوض کنه و در اون مسیر بود که یک مشروط خواه تندروی پیرو حیدرخان اموغلی به سوی شاه تیراندازی کرد. البته محمد علی شاه از این حادثه جان سالم به در برد. همین حادثه بهانه شد تا او تصمیم خود به تعطیل کامل مشروطیت رو عملی بکنه. اما در واقع دعوای اصلی هنوز حل نشده بود. دعوای بین طرفین، به خصوص در مورد اصل 8 این قانون که در یک جمله ساده میگفت که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. این اصل با اصرار سکولار دموکرات ها در سند جا گرفته بود. اما نه تنها خار چشم محمد علی شاه که مورد خشم شیخ فضل‌الله هم شده بود. در واقع به نظر میرسه که سکولار دموکرات ها با افزودن این فصل یا این اصل میخواستن اون دوتا اصل افزوده شده شیخ فضل‌الله رو بی اثر بکنن. با این همه در 5 ماهی که بین 14 ماه مهر که قانون اساسی امضا شد و 8 اسفند همون سال که تاریخ ورق خورد، یه نوع انتظار و دلواپسی و در عین حال بیعملی برقرار بود و عاقبت این انتظار رو دست یک جوان افراطی 28 ساله به پایان رسوند. یعنی در 8 اسفند 1286 محمد علی شاه عازم دوشان تپه بود تا بره و هوایی تازه کنه. در اون زمان مدت زیادی از ورود اتومبیل به ایران نمیگذشت و معمولا هم شاه با اتومبیل رفت و آمد میکرد. اما اون روز شاه ترجیح داده بود به جای اتومبیل سوار کارسکه بشه و همین جان او رو نجات داد، چون زارب گمان میکرد که شاه در اتومبیل نشسته، در حالی که شاه سوار کارسکه بود که پشت اتومبیل حرکت میکرد. عامل این ترور حیدر خان اموغلی نام داشت، جوانی که به عنوان هواخواه رادیکال مشروطه
در همون دوران با ایجاد حزب سوسیال دموکرات ایران کوشیده بود تا از طریق تشکیلات دادن به نیروی چپ سوسیالیست و کمونیست جناح جدیدی رو در کنار سه نیرویی که از جنگ‌های ایران و روس در جامعه فعال شده بودند به وجود بیاره. او در 8 اسفند 117 سال پیش راه رو بر آغاز فصل جدیدی از تاریخ سیاسی ما گشود و محمد علی شاه که از این حادثه جان سالم به در برده بود همین واقعه رو مثل بهانه‌ای مورد استفاده قرار داد تا هم مخالفت خودش با مشروطیت رو آشکار بکنه و هم میدون رو برای شیخ فضل الله باز کنه تا هر چی که دلش میخواد علیه مشروطه که خودش در نهایی کردن قانونش دخالت داشت بگو و بشنفه. اتفاقات بعدی رو در چند جهت میشه توضیح داد، اما اجازه بدید اول ببینیم این شیخ فضل الله با اینکه در نوشتن و تصویب قانون اساسی دخالت کرده بود حرفش چی بود. او همچنان با موادی که سکولار دموکرات ها وارد قانون اساسی کرده بودن مخالف بود، به خصوص و به اصل هشتم، و به همین دلیل هم از مجلس کنارگیری کرده بود و با راه اندازی گروهی که مشروع خواهان نام گرفته بودند اعتراضات شدیدی بر مشروط خواهان و مشروطیت وارد میکرد و همین قانون اساسی رو که خودش هم در نوشتنش دخالت داشت زلالت نامه میخوند و بر علیه مجلس و این قانون صحبت میکرد. گلوله‌ای که از سوی حیدرخان عمقری سوسیال دموکرات به سوی شاه شلیک شد راه رو کاملا برای شیخ فضل الله گشود. او در مشهورترین نوشتهش که رساله حرمت مشروطه نام داره جمله‌ای در مورد اصل 8 آورده که نحوه استدلال شیخ رو به خوبی روشن میکنه. میگه یکی از مواد آن زلالتنامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند، در حالی که احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشته بین موضوعات مکلفین در عبادات، معاملات، تجارات و سیاست، از بالغ و غیر بالغ، ممیز و غیر ممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مستر، اصیل و وکیل، ولی و بنده، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، مقلد و مجتهد، سید و عام، مسلم و کافر، ذمی و حربی و مرتد ملی و فطری و غیرها. در همه موارد اسلام تفاوت گذاشته و سپس خطاب به اون سکولار دموکرات هایی که اصل هشتم رو وارد قانون کرده بودند افزوده بود که ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شهر برای تو شرف مقرر فرموده، امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز میکنی و میگویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. اما بدون حضور مخالف شیخ فضل الله مجلس همچنان سر پا بود و به کار خودش ادامه میداد تا اینکه سال بعد فرا رسید و در تیر ماه اون سال محمد علی شاه فکر کرد که وقت اون رسیده که کلن به قائله مشروطه پایان بده. او در روز سه‌شنبه 2 تیر 1287، یعنی برابر با 23 ژوئن 1908، دستور داد تا
مشروط خواهان رو دستگیر کنند که منجر به توپ بستن ساختمان مجلس کشید و که از این واقعه هم به صورتهای مختلفی یاد کردن. مثلا بهش میگن توپ بندی مجلس یا یوم التوپ، و مشروط خواهان هم بهش میگفتن ضرب الحکومت و واقعه ارتجاعیه. تاریخ میگه که در ساعت 6 صبح دوم تیر ماه 1287 20 نفر از افراد بریگاد قزاق روسی به فرماندهی کرونل ولادیمیر لیاخوف برای دستگیری سران جنبش مشروطه که در مسجد سپهسالار در نزدیکی ساختمان مجلس حضور داشتند فرستاده شدند، اما با مقاومت و حتی شلیک اونها مواجه شدند. نیروهای قزاق هم مسجد و مجلس رو محاصره کردند و جنگ شدت گرفت، حتی تعدادی از قزاق‌ها هم کشته شدند. اما عاقبت اوضاع به نفع قزاق‌ها تغییر کرد و مسجد سپهسالار به تصرف قزاق‌ها درآمد و گروهی از مشروط خواهان به داخل ساختمان مجلس فرار کردند و قزاق‌ها هم ساختمان مجلس رو به توپ بستند. پس از شکست عده‌ای از مشروط خواهان دستگیر و به باغ شاه منتقل شدند و 4 نفر از اونها را هم اعدام کردند. کشته شدگان عبارت بودند از میرزا ابراهیم تبریزی نماینده مجلس که در درگیری قزاق‌ها همون اول کشته شد، اما بعد شیخ احمد روح القدس روزنامه‌نگار، میرزا نصرالله ملک المتکلمین نماینده مجلس و جهانگیرخان سور اسرافیل هم نماینده مجلس و هم روزنامه نویس رو اعدام کردند. سید جمال الدین واعظ اصفهانی هم فرار کرد به بروجرد، اما اونجا کشتنش. یحیی میرزا اسکندری شاهزاده مشروطه‌خواه هم که توی این درگیری ها جراحت برداشته بود بعدن کشته شد. اما سید حسن تقی‌زاده نماینده مجلس و سید عبدالله عبدالرحیم خلخالی روزنامه نگار به سفارت بریتانیا پناهنده شدند و ابراهیم حکیمی هم که نماینده مجلس بود به سفارت فرانسه پناه برد و عده‌ای هم فراری شدند و برخیشون خودشون رو به اروپا رسوندند. دو آیت اللهی هم که پس از تصویب اصول اول و دوم راضی شده و ادامه کار مجلس رو لازم میشه مردند، یکیشون سید عبدالله بهبهانی بود که دستگیرش کردند و تبعیدش کردند به عراق، و یکی هم سید محمد طباطبایی بود که 3 روز بعد از دستگیری به خراسان فرستاده شد. و به این ترتیب فصل اول مشروطه به پایان رسید و یه دوره‌ای آغاز شد که در مقابل استبداد بلند پیش از مشروطه به اون استبداد صغیر یا کوچک یا کوتاه نام دادن، که چرا که این دوره عمر چندانی نداشت. اما اجازه بدید که اگر عمری بود در برنامه بعد به وقایع بعد از تعطیل مشروطه مشروعه بپردازم.